مسئله که خیلی مهم هست اینه که بسیاری از اون دانشجویان در موقعیت‌های مختلف سعی کردند مسئله رو ساده سازی بکنن و بگن خب ما دانشجو بودیم و جوان، اما نهایتاً معلوم شده که بخش‌هایی از حاکمیت از اون موقعیت ویژه استفاده کردند. یکی اینکه دولت موقت مهدی بازرگان عملا سقوط کرد و دوم موقعیت شورای انقلاب و حزب جمهوری اسلامی مستحکم تر شد. خدمتی که این جوان ها کردند و رفتند و شکستند و گرفتند اینجا و افراد فرشد را نگه داشتند و اون حیولایی که نشان داده بودن اونها از قدرت های بزرگ رو شکستند. ابراهیم اصغرزاده یکی از رهبران اشغال سفارت آمریکا آن زمان یک جوان دانشجو بود، اما بعدها وارد مراحل مختلف سیاسی شد، نماینده مجلس شد، معاون وزیر شد، رهبر حزب همبستگی شد، عضو شورای شهر تهران شد و نهایتاً کنار گذاشته شد. او در گفتگویی که حسین دهباشی باش انجام داده درباره مسائل مختلفی صحبت میکنه که شنیدنش و دیدنش خالی از لطف نیست. ما در مورد قانون اساسی با یک بحران مواجه بودیم، امکان داشت با یک بحران مواجه بودیم، وضعیت امنیتی کشور احتیاج به یک وحدت بود، به قول تو که خیلی قشنگ گفتی احتیاج به یک عنصر وحدت بخشی بود که این چیزی جز امریکا نمیتونست باشه. امام خمینی با زیرکی این رو کشف کرده بود و میدونست که چنین، ولی ما نمیدونستیم که حتما اقداممون برای اشغال سفارت امریکا میتونه، ما تو تحلیلمون این بود و خود من اعتقادم بود که امکان داره به انشقاق بیانجامه، امکان داره امام خمینی ما رو بیرون بریزه، امکان داره ما رو دستگیر کنه، امکان داره این باعث سقوط دولت ما. آقای موسوی خمینی ها به شما اطمینان نداده بود که امام تایید میکنه؟ نه، آقای موسوی خمینی ها نقطه بزنگای قضیه همین بود که اگر شما میرفتید از امام خمینی مجوز میگرفتید که ما بریم سفارت یک کشور خارجی، اونم چه کشوری مثل امریکا رو اشغال کنیم در یک دولتی که این دولت مورد تایید شما هست، خب این خلاف اخلاق بود، یک نوع دور زدن دولت موقت بود. امام خمینی اینو نمیپذیرفت. آقای موسوی خمینی به من گفت چرا میخواین سوال کنیم؟ گفتیم به خاطر اینکه دانشجوها همشون طرفدار انقلاب هستند، خط امام خط امام و معتقدن اگر امام این حرکت مخالف امام خمینی باشه ما حاضر نیستیم تو شرکت کنیم، ما میخوایم یه تاییدی از امام خمینی بگیریم. ایشون گفت، برگشت گفت این خب خیلی بی معنیه، امام خمینی شما رو تایید کنه یعنی داره رسما استعفای مهندس بازرگان رو نمیپذیره، شما رو تایید کنه این معنی دیگه ای خواهد داشت. گفتیم خب ما چیکار کنیم؟ گفت خب شما برید بگید که ما به امام خمینی اطلاع دادیم، منم به حاج احمد آقا میگم، فرض بریم میذاریم که امام خمینی مطلع باشه، شما بگید امام خمینی مطلع از این قضیه، ولی نگید امام خمینی موافق بوده، چون علارامی که مطلع نبود، علارامی که مطلع نبود. و بعد که ما رفتیم سفارت امریکا رو اشغال کردیم، همون ساعت اول خب برنامه همون بود که یک روحانی در جمع ما حاضر بشن، آقای خامنه‌ای و آقای هاشمی رفسنجانی که نبودن، در حج بودن، یعنی کسانی که به ما نزدیک بودن، به صورت طبیعی از قبل ما هماهنگی‌مون رو با آقای موسوی خمینی‌ها کرده بودیم. ما تقاضا کردیم آقای موسوی خمینی‌ها بیاد داخل سفارت برای اینکه مشروعیت بده به جمع ما و اون اشتباهی مثلا این رخ نده که ما می‌خوایم یک جریان جدای از انقلاب هستیم. آقای موسوی خمینی‌ها اومد، فکر میکنم اولین تلفن که ما زدیم از اونجا به قم بود، به حاج احمد آقا بود، موقع نماز بود، آقای موسوی خمینی ها با حاج احمد آقا صحبت میکرد و ما داشتیم میشنیدیم و ایشون ما رو تایید کرد و به حاج احمد آقا گفت که این دانشجوها دانشجوهای مسلمان هستند و اینها سفارت امریکا رو گرفتن، به خاطر شعارهاشون هم اینه، حرفشون هم اینه، اعتراضشون هم این هست، همه این چیزا همون چارچوبایی بود که ما تو اطلاعیه اولمون داشتیم. حاج احمد آقا تلفن رو گذاشتن، بعد از چند دقیقه زنگ زدن و پیام امام خمینی رو دادن که این پیام امام خمینی کاملا ما رو چیز کرد، امیدوار کرد، پرواز کردیم. اصلا حقیقتش ساعتهای همون لحظات اولم دوچار این استراب بودیم، بالاخره سفارت امریکا یه سفارت عادی که نبود، میتونست عامل جنگ بشه، میتونست باعث سقوط انقلاب بشه، میتونست خیلی اتفاقات دیگه بیفته. عامل سقوط جنگ البته شد. بگذاریم.
به ها غیر مسلحانه وارد شدیم. اتفاقی که افتاد این بود که ما باید یه تصویری از خودمون و حرکتمون رخ شکل میگرفت که این تصویر هم تو افکار عمومی دنیا هم تو افکار عمومی ایران تروریستی نباشه. خب اجازه بدید یک نکته رو مطرح بکنم. یه وانت با خودمون برده بودیم که تازه وقتی اونجا رو اشغال کردیم و رفتیم برای مثلا چند ساعت بس نشستیم، اسنادی رو که به دست میاریم وارد این بریزیم توی این یارو وانته بیاریمش بیرون که بعد روزای بعد اگه خواستن محاکمه‌مون کنند و اینا از توی این اسناد ثابت کنیم که امریکا در امور ایران مداخله کرده و مثلا در قضایای تجزیه طلبی مداخله داشته. خب آقای مهندس، شما که انقدر خوش سلیقه بودین که در واقع سلاح با خودتون نبرده بودید، علارغم اینکه این احتمال میدادید که مورد آسیب قرار بگیرید، به هر حال سفارت آمریکا همیشه با یک گارد خیلی جدی و خشنی در واقع مراقبت میشد و ممکن بود که به بچه های شما آسیب برسه، حداقل برای دفاع خودتون هم شما سلاح نبرده بودین. این خوش سلیقگی از کجا اومد که وقت چشم اینا رو بستین تو حیات چرخوندین؟ خیلی واقعا اند بد سلیقگی بود، اصلا اشتباه بسیار وحشتناک. ببین دیگه آرتیست بازی بعضی از دوستان ما یا شاید خود ماها که مثلا حالا اینا زود چشماشون بسته بشه، نمیخواستیم تحقیرشون کنیم. واقعا اصلا منظورمون از چشم بستن یا دست بستن بیشتر جنبه همون تصویری که رو تمرار رفت، اون تصویری که تو اخبار رفت، همین بود. آسیب زد چهره دانشجویان به چهره خود انقلاب. بعضی ها تو داخل اینو نشانه اقتدار انقلاب گرفتن که یک امریکایی رو مثلا چشمش رو بستن، دستش رو بستن و آوردن چند تا جوان اونجا. آخ چشم به طرف تو سفارتی که خودش کار میکرده بستن قراره چی رو نبینه؟ ما تحلیل اون این بود، ما روزهای قبلش بر اساس همون کارهای مراقبت هایی که کردیم کنترل کرده بودیم از دیوارهای اطراف، از ساختمان های مجاور که چقدر اینها نیرو دارن، چقدر نیروی نظامی دارن، چقدر بالاخره تفنگدارای امریکایی اونجا آدمای قلدری بودن، سیاه‌پوستایی بودن، قوی هیکل بودن، از اونجا محافظت میکردن. ما میگفتیم خب ما که اسلحه نداریم، اگه رفتیم اونا تیراندازی کردن چه کار کنیم؟ واقعا این جزء مصاحبه‌های همون اول من هست تو اونجا که ما جنازه هامون رو برمی‌داریم، میایم تو تظاهرات، میریم سمت دانشگاه تهران و مردم میگیم اینها بچهای ما رو شهید کردن. اصلا قرار نبود که مقابله به مثل کنیم. حتی تو همون جلسه مشترکی که ما داشتیم، ما یه جلسه‌ای داشتیم در اواخر فکر می‌کنم نیمه دوم مهر ماه توی یه ساختمونی تو میدان 24 اسفند سابق که بعدش میدان انقلاب، یه ساختمانی بود مال انجمن اسلامی دانشگاه تهران و توی طبقه سومش یه میز چوبی لکنته‌ای من و آقای میردامادی و آقای بی‌طرف و آقای احمدی نژاد، آقای سید نژاد نشسته بودیم دور این میز که خب حالا دانشگاه‌ها باز شده، قانون اساسی اینطوری است، مناظره ها شروع شده، چپی ها این کارو میکنن، راست ها این کارو میکنن، چه برنامه‌ای باشه. من اونجا گزارشی دادم از اینکه یک خبری اومده از فرودگاه که بعضی از بسته های بزرگ حاوی اسناد، مدارک و بعضی وسائله که این وسائل نمیدونستیم چی، حد میزدیم وسائل جاسوسیه، اینها داره از سفارت امریکا مستقیم میره فرودگاه و بعد اونجا از گیت کاملا سبز رد میشه بدون کنترل و خارج میشه. خیلی هم زیاد شده بود و این رفت آمدها خیلی مشکوکه. گفتم خب صم مازه چی؟ گفتم که خب یه چنین اتفاقی افتاده، فلان شده، فلان شده، یه چند تا هی گزارش دادم که ذهنشون رو تحریک کنم که امریکا بیش از اندازه داره در امور ایران مداخله میکنه. آقای میردامادی سوال کرد که خب اندشو بگو، آخرشو بگو، چیکار میخوای؟ چی؟ گفتم که ما بیایم یه اقدامی بکنیم. این اقدام یه اقدامی باشه که ابتکاری باشه و تو دنیا صدا کنه، صدای ما رو دنیا بشنوه. که این تبدیل شد به همون ایده اشغال سفارت. آقای احمدی نژاد و آقای سید نژاد اونجا مخالفت کردن. آقای سید نژاد از یه زاویه‌ای، آقای احمدی نژاد از یه زاویه دیگه. آقای احمدی نژاد جزو تیم دانشگاه علم و صنعت بود که از همون فردای انقلاب و قبل از انقلاب هم ما با اینا کار کرده بودیم. آدمای خیلی شلوغی بودن. یعنی مشکل اصلی انقلاب رو رقبای داخلی می‌دونستن، نه دشمن خارجی. میگفتن بابا چپیا مسئله مهمه. یک نشریه هم در می آوردن، نشریه جیغ و داد، فوق‌العاده فحاشی، ادبیات بسیار تندی. توش تنها چیزی که نبود امریکا و اسرائیل بود، هر چی بود راجبه مثلا مارکسیستا بود، چپیا بود، روشنفکرا بود، ملی مذهبی ها بود، میانه رو اون زمان نمیگفتن ملی مذهبی، ملیون بود و فلان و اینها. تو اون جلسه آقای احمدی‌نژاد برگشت گفت که چرا بریم سفارت امریکا رو اشغال کنیم؟ سفارت شوروی رو بریم سفارت شوروی. خیلی برای من عجیب بود. گفتم چرا سفارت شوروی؟
گفت اینا مارکسیستن، اینا بی خدا هستن، اینا که به خدا اعتقاد ندارن، انگار که مثلا امریکایی‌ها به خدا اعتقاد دارن. من گفتم که مثلا امریکایی که به خدا اعتقاد دارن، ما برداشت اونجا برداشتمون این نبود که داریم با ملت امریکا با فرهنگ امریکایی برخورد. شما امپریالیسم مخالفید. امپریالیسم اونجا وقتی من گفتم که بابا این امریکاست، امریکا که شاه رو چیز کرده، مصدق رو ساقط کرده، آقای احمدی نژاد محکم وایستاد گفت که مشکل این مملکت بی‌دینی است و کسانی که دین مملکت رو میخوان تضعیف کنن. بالاخره ما با دعوه اونها آگاه بودیم، ایشون آقای ثمره هاشمی، آقای صادق محصولی، هم تیمی بودن که مصنعت رو میچرخوندن و اینا، اعتقادشون هم تو اون نشریه دو صفحه‌ای منتشر میشد و فوق العاده فضای دانشگاه ها رو متشنج میکرد. ما با این مخالف بودیم. خب آقای میردامادی به من یه چشمکی زد، من هم دیگه سکوت کردم، آقای بیطرف هم با من همصدا شد. ما گفتیم خب شما نبض جامعه رو داشتیم، نبض جامعه رو دست گرفته بودیم، گفتیم چجوری این رو باید جلو بریم. مشکل ما این بود که بخشی از دوستان ما که دانشجوی خط امام هم بودن، بالاخره میگفتن دولت موقت دولت امام خمینیه، دولت باید اطلاع داشته باشه، وزارت خارجه باید اطلاع داشته باشه، بنابراین ما بیایم بریم مشورت کنیم با دولت موقت، بعد به دولت هم بگیم ما میخوایم این کارو بکنیم، بریم سفارت امریکا رو اشغال کنیم، شما به ما اطلاعات بده که چند نفر کادر. گفتیم آقا این که امکان پذیر نیست. بنابراین از اینجا وارد یه طبقه بندی شدیم، بنابراین کاملا تئوریزه کردیم. یه نقطه کور هم داشت با اون دولت موقت بود، البته نقاط کور دیگه ای داشت که ما ندیده بودیم، این بود که بخشی از روحانیت و بخشی از نیروهای انقلابی امکان داره مخالف کار ما باشه، مثل آیت الله مهدوی کنی که همون روز اول بعد از اون تلفنی که ما با امام داشتیم ایشون زنگ زدن و به سفارت، خب ایشون مسئول کمیته ها بودن و گفتن که خیلی خوب، کار خوبی کردید، اونجا رو ترک کنید. گفتیم چرا؟ گفت اونجا شما مگه مسلمان نیستید؟ گفتیم چرا؟ گفت اونجا نماز نداره. اقداممون در افشاگری ها منجر به حذف بخشی از نیروهای میانه جامعه شد و نیروهای میانه وقتی حذف میشن جامعه قطبی میشه، دو قطبی میشه و بعد هم خشونت رو پذیرا میشه. بعد از اینکه ریگان رئیس جمهور امریکا شد و ایران احتیاج به موشک‌های فونیکس داشت، ریگان جمهوری خواه پیغام فرستاد برای آقای هاشمی رفسنجانی و اعلام کرد که ما میتونیم بهتون کمک بکنیم و رفتن موشک هایی رو که اسرائیل داشت با آرم اسرائیل و بعد هم که سوار هواپیما کردن، آقای مکفارلین با یه تیمی با کیک و انجیل و یه کلت پاشون اومد تو فرودگاه مهرآباد، آقایون همشون هم خبر داشتن، رفتن نشستن مذاکره کردن. این یعنی که پس پرونده اشغال سفارت آمریکا رفته تو تاریخ، تموم شده. دانشجو خط امام کیلوی چند؟ گفته میشه مصاحبه های حسین دهپاشی دوچار وقفه ای شده و احتمال میره که از بالا به او دستور دادن که پخش برنامه را متوقف کنه. این برنامه از شبکه آپارات پخش میشد.